به ره آن نامدار می آید، ره بروبید یار می آید. گاه کوچ است این زمستان را، هله اینک بهار می آید. غم صد ساله می رود با باد، شوق بر شاخسار می آید. زیر آن شاخه های سرخ و سپید، سبزه بر سبزه زار می آید. می شکوفد درخت شادی و نور، نور ظلمت شکار می آید. رقص ذرات جشن آزادی است، زندگی زی دیار می آید. یاد یاران رفته روشن باد، یار رفته است و یار می آید. سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. ابتدا قصد داشتم که این گفتار و گفتار بعدی رو هم به موضوع روشنگری و روشنفکری در ایران اختصاص بدم. تا سخنانی که هفته های قبل گفته بودم به نیمه تمام رها نشه و به یک جایی برسه، اما دیدم که نوروز آمده و دریغ است که این فرصت رو غنیمت نشمرم و به نوروز و به بهاری که بار دیگر آمده است نپردازم و خیر مقدمی به او نگویم. بنابراین در ابتدای سخن سال جدید رو به هموطنان و همزبانان و به همه انسانهایی که روی این کره خاکی نوروز باستانی و کهنسال ما رو جشن میگیرند و همراه با بهار نو میشوند یا آرزوی نو شدن در دلهاشان جوانه میزند تبریک بگویم. البته امسال آمدن بهار و فرارسیدن نوروز برای من شخصا خالی از اندوهی نیست، زیرا پیش از رسیدن بهار امسال خبر مرگ پدر رسید. دوری ناخواسته و چشم براهی پدران و مادران برای دیدار نهایی با فرزندانی که در سرزمین‌های دور از وطن مألوف خود زندگی می‌کنند البته رنج بزرگی است که بسیاری از ایرانیان متأسفانه به آن مبتلا هستند و من این حقیقت تلخ رو امسال در یادداشت‌ها و پیام‌های همدردی بسیاری از ایرانیان دور از وطن که از طریق ایمیل یا فیسبوک فرستاده بودن بهتر درک کردم و با بهره بردن از این فرصت می‌خواستم که از همه اونها تشکر بکنم. من نمی‌خوام که این تبریک نوروزی رو با به اصطلاح نوحه جدایی هایی که بین عزیزان افکندند برای شما آمیخته به اندوه بکنم، فقط میخواهم یک مبارکباد نوروزی خاصی به همه پدران و مادرانی که در ایران منتظر رسیدن فرزندانند و نیز به فرزندانی که در آرزوی دیدار پدران و مادران و عزیزان خود در میهنند بفرستم و برای پایان یافتن جدایی هایی که میان مردم ایران افکندند آرزوی 35 سالم رو تجدید بکنم، زیرا هیچ دلیل و هیچ منفعت انسانی و اخلاقی و دینی و ملی در این فراغ ناخواسته که میان مردم ایران افکندند نمیبینم. به هر حال سخن از نوروز بود و قصد من عرض تبریک بود و آرزوی سالی بهتر، بهتر از سالهایی که بر ما گذشته است، بر همه ما. بیداد زمانه را زوالی خوش باد، آزادی و صلح را مجالی خوش باد. سالی نگر به شادمانی طی شد، سالی که فرا رسید سالی خوش باد. در این سالها که کم کم به درازا کشیده و بیش از نیمی از عمر من رو هم در بر گرفته، اگرچه در کنار سفره هفت سین در کشورم نبودم و از اون دور بودم،
با این حال مثل همه ایرانی‌های دیگه که در همه جای این جهان در واقع پراکندن، روزهای نوروزی رو همراه و با یاد و در پیوند با عزیزان و هموطنانشون در اینجا و اونجای جهان جشن می‌گیرن، ما هم همواره با این آرزوی جمعی و همگانی همراه و همدل در کنار سفره کوچک هفت سین خودمون بودیم و رسیدن بهار اگرچه هرگز بوی بهار ایران رو نداشته باش ذوق کردیم و با به یکدیگر شاد باش گفتیم. سرودهای بهاری من چندان زیادن که اگه اونها رو جمع بکنم تبدیل به یک کتاب میشن، بنابراین اینجا یکی دوتا امروز به مناسبت نوروز براتون از این شعرهای بهاری میخونم. باز هم برای همگان شادمانی و آرامش و امنیت و آزادی آرزومندم که نوروز بدون حضور آزادی مثل روز است بدون حضور خورشید. ای بهار آمدنت خرم باد، گام سبزت به زمین محکم باد، مهر افزون و عدالت افزون، جور کوتاه و عداوت کم باد، کوله بار تو ز آزادی پر، خالی از جهل و جنون عالم باد، با قدم های تو پیوسته تهی، سینه از کین و ضمیر از غم باد. نوروز روز نو، روزی برای زیستن، روزی برای عشق، روزی برای دانش و آبادی، روزی برای انسان، روزی برای آزادی. نوروز روزگار سرشار باد از شادی، دور از هجوم و رخنه ظلمت، دور از حضور بیدادی. نوروز دیگریست جهان را وین جاودان امید، پیوسته سربلند و روان باد، انسان ز بند و حلقه بیداد رسته باد، باغ و بهار میهن و همسایه، شاد و شکوه مند و شکوفان، در دست صلح و دوستی از هر سو، گل دسته دسته باد، دشمن شکسته باد، زنجیر خسته باد، یاران و ره سپاران را زی سرزمین مهر، زی آستان آزادی، زی نام سربلندی، دیوارهای گول و سمج محو و گسسته باد، ویران حصار ناحق باد، گسترده باد آفاق، چشم روان گشوده، فضا پرفروغ باد، جهل از جهان گریزان، دلتنگ باد تاریکی، قحط دروغ باد، شادی نشسته باد، گل دسته دسته باد، زنجیر خسته باد، دشمن شکسته باد. نوروز روز یاران بیداران، روز امیدواران، بر ما من و تو، بر او، بر ایشان، شاد و خجسته باد. شاد و سربلند باشید. پیش از هر چیز میخوام فرارسیدن نوروز و سال نو ایرانی رو به همه شادباش بگم و برای همگی مردم جهان آرزوی تندرستی و موفقیت و شادمانی کنم. برنامه این هفته رو به نوروز و گاه شمار ایرانی اختصاص دادم. جشن نوروز آیینی با بسیاری بارهای فرهنگی، نماد شادی انسان از بیداری یا نوگشت زاستار طبیعت پس از زمستان سرد و سترون، پیروزی روشنایی است بر تاریکی. بار معنوی مهم نوروز
از باورهای زرتشتی نیاکان ما سرچشمه میگیره، گرچه آغاز جشن آغاز بهار از آیین زرتشتی هم کهن‌تره، از جشنهای بزرگ آریاییان بوده. هزاران ساله که نوروز رو مردمان گوناگونی که در آسیای باختری و مرکزی زندگی میکنن جشن گرفتن، با وجود دگرسانی های قومی، دینی یا زبانی. گذشته از پیام ژرف نوروز، اینکه این آیین از آن قوم یا دین ویژه‌ای نیست، دلیل‌هایی هستند که نوروز رو میراث فرهنگی مشترک ملت‌های گوناگون با زمینه‌های فرهنگی گوناگون کردند. لحظه فرارسیدن نوروز برخلاف جشن‌های ملی کشورهای دیگه قراردادی نیست. به همین سبب رویدادش میتونه در هر لحظه ای از 24 ساعت باشه. رویدادی جهانی، زاستاری و اخترشناختی. نوروز رو یونسکو به عنوان میراث فرهنگی انسان باز شناخته سال 2009. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل در 24 فوریه 2010 21 مارس رو روز جهانی نوروز اعلام کرده. نوروز مهمترین نماد فرهنگ ایرانیه و در طول تاریخ کسانی که با این فرهنگ دشمنی داشتند از پس برانداختن نوروز برآمدند، ولی همه شکست خوردند و نام نیکی از خود باقی نگذاشتند. نوروز مهمترین ویژگی گاه شمار یا تقویم ایرانیه و ایرانیان میتونن به خود ببالن که دقیق ترین گاه شمار ترادادی سنتی جهان رو دارن. کسی که این گاه شمار رو به وجود آورد ریاضیدان ایرانی عمر خیامه. در واقع کاری که خیام کرده آرمان زرتشت بوده، ولی هیچ ایرانی در طول صده ها یا هزاره ها موفق به این کار نشده بوده. از این رو میشه خیام رو فرزند راستین زرتشت دونست. در این باره بیشتر توضیح خواهم داد. گاه شمار ایرانی خورشیدیه، یعنی بر حرکت ظاهری سالانه خورشید نهاده شده. سال خورشیدی مدت زمان میان دو گذر پیاپی خورشید از یک نقطه معین آسمان. خورشید در طول سال نسبت به ستارگان ثابت از باختر، غرب، به خاور، شرق میره. این حرکت رو نباید با حرکت روزانه خورشید که زاییده چرخش زمینه به گرد محورش اشتباه کرد. برای پی بردن به حرکت ظاهری سالانه خورشید باید هنگام بامداد یا شامگاه، وقتی که برخی ستارگان هم دیده میشن، جای خورشید رو نسبت به اونها سنجید. البته این حرکت ظاهری خورشید بازتاب حرکت مداری زمین به گرد خورشید. در گذشته میپنداشتند که این خورشیده که به گرد زمین میگرده و حتما خیام هم همین تصور رو داشته. هنوز هم در گاه شماری حرکت ظاهری خورشید رو دنبال میکنند، چون حرکت زمین رو نمیشه دید. خورشید این گردش سالانه ظاهری رو در 365 روز و کمتر از 6 ساعت انجام میده. باید دونست که طول سال ثابت نیست، کم و زیاد میشه. ویژگی بسیار مهم گاه شمار خورشیدی اینه که ماه‌ها با فصل‌ها مطابقت دارن. البته همه گاه شمارها خورشیدی نیستند، برخی به جای خورشید حرکت ماه رو دنبال میکنن. این گونه گاه شمار رو قمری میگن، مانند گاه شمار اسلامی. در اینجا بد نیست توضیح کوتاهی بدیم درباره گاه شمار قمری. پای این گاه شمار فاصله میان دو هلال پیاپی ماهه که تقریبا 29 و نیم روز میشه. سال قمری از 12 ماه قمری درست شده که میشه 354 روز. پس سال قمری 11 روز از سال خورشیدی کوتاه‌تره. بنابراین در این گاه شمار ماه‌ها سرگردانن. مثلا ماه رمضان میتونه توی تابستان بیفته یا توی زمستان. از این رو تقویم قمری برای اداری کشور مناسب نیست. کشاورزان نمیدونن چه ماهی کشت کنند و چه ماهی خرمن رو جمع کنند. گرفتن مالیات هم به تاریخ دقیقی نیاز داره. چون این گاه شمار عملی نیست، پس از فتح ایران در خلافت اسلامی از گاه شمار خورشیدی زرتشتی ایرانی برای جمع آوری مالیات و خراج استفاده می کردن. امروز هم کشورهای عربی گاه شمار مسیحی اروپایی رو به کار می برند و گاه شمار اسلامی تنها به امور دینی می خوره. برگردیم به گاه شمار ایرانی.
در گاه شمار ایرانی سال از موقعی آغاز میشه که خورشید به نقطه دقیقی در آسمان میرسه. این نقطه محل برخورد صفحه مسیر حرکت ظاهری سالانی خورشید با استوای زمینه. این نقطه را هموگان یا اعتدال بهاری میگن، چون وقتی خورشید به اونجا میرسه، یعنی لحظه تحویل سال، شب و روز در سراسر کره زمین با هم برابر میشن. البته این نقطه هموگان هم ثابت نیست و سالانه کمی به سوی خورشید حرکت میکنه، ولی ما در اینجا وارد این بحث نمیشیم. گاه شمار اروپایی یا مسیحی یا گرگوری هم که امسال سال 2015 اونه خورشیدیه، ولی در این گاه شمار آغاز سال نقطه دقیق هموگان بهاری نیست، آغاز سال نقطه قراردادی نیمه شب در 31 دسامبر. این سال را در اخترشناسی تروپیک میگن که در فارسی اعتدالی ترجمه شده، ولی غلطه، چون به اعتدال یا هموگان وابسته نیست. بهتر است به اون سال هورگردی گفت. در این باره بیشتر توضیح خواهم داد. بی توجهی به تفاوت این دو سال باعث اشتباه بسیار شده. در دهه های گذشته برخی کسانی که در ایران دستن در کار گاه شمار بودند پنداشتن که سال ایرانی و سال هورگردی طولشون یکیه. این اشتباه میتونه پیامدهای زیانباری داشته باشه و دقت گاه شمار ایرانی رو از بین ببره. رشته تخصصی من گاه شماری نیست و میشه گفت که من به گونه ای مجبور شدم به این موضوع بپردازم. داستان از این قراره که نزدیکای 15 سال پیش گاهی خبرنگاران مجله های علمی اروپایی و آمریکایی با من تماس می گرفتن و از من درباره گاه شمار ایرانی می پرسیدن. به ویژه می خواستن بدونن که دوره 2820 ساله خیامی در گاه شمار ایرانی چیست. من هیچ اطلاعی از این دوره نداشتم و وقتی که این تماس ها چند بار تکرار شد احساس کردم چیزی در جریانه و تصمیم گرفتم داستان رو روشن کنم. در نپاهشگاه رصدخانه پاریس بخش بزرگی هست که در آن اخترشناسان مدارهای سیاره ها و ماه‌های راجمان خورشیدی رو میپژوهند. این بخش رو لاپلاس ریاضیدان و اخترشناس بزرگ فرانسوی به وجود آورده در صدی 19. با همکارانم در اونجا تماس گرفتم و اونها نتیجه محاسبه هاشون رو درباره گردش زمین به گرد خورشید از 3000 سال پیش از میلاد تا 8000 سال پس از میلاد در اختیارم گذاشتن. چند ماه روی این داده ها کار کردم. نتیجه ها در چند مقاله به انگلیسی و فرانسه و فارسی به چاپ رسیدند. از جمله با شگفتی پی بردم که این دوره 2800 ساله به خیام ربطی نداره و کسانی که اون رو اختراع کردن در تعریف سال ایرانی دچار اشتباه شدند و این پیامدهای بدی برای گاه شمار ایرانی داره. وقت من امروز تموم شد. در هفته آینده این مطلب رو دنبال خواهم کرد. من هم کلام امروز رو با سلام و پیام تبریک به مناسبت نوروز به هموطنان و همزبانان عزیزم آغاز میکنم. در تهران همایشی برگزار شد به نام تمرکز زدایی و ساماندهی پایتخت. تهران بار سنگینی بر دوش میکشد، چه از نظر سیاسی، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اقلیمی. دولت تدبیر و امید به امید کاستن از این بار طرح امکان سنجی انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران را مطمئن نظر قرار داده است. حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن فریدون روحانی به همین مناسبت پیامی به همایش تمرکز زدایی و ساماندهی پایتخت فرستاد و چنین فرمود: همایش تمرکز زدایی و ساماندهی پایتخت فرصتی مناسب است تا مسائل، فرصتها و تهدیدهای پایتخت نظام جمهوری مقدس اسلامی ایران به عنوان مرکز سیاسی و نیز پایگاه تصمیم گیری و مدیریت کلان کشور
مورد مداقه و ارزیابی کارشناسانه قرار گیرد. بعد ادامه می‌دهند، قریب به 3 دهه است بحث انتقال پایتخت مطرح است. ازدحام جمعیت، تمرکز اقتصادی، سیاسی و تجاری، موضوعات محیط زیست شهری، معضل ترافیک، پایین بودن شاخصهای کیفیت زندگی و از همه مهمتر خطر راهبردی زلزله، الزاماتی است که باعث شده تا همگان به عنوان یک تهدید جدی به مخاطر آمیز بودن این تمرکز اذعان کنند. البته نیازی نیست که کارشناسان به مخاطر آمیز بودن تمرکز امور در تهران اذعان کنند. هر کسی که در اون شهر نفس می‌کشد این خطرات رو روز و شب احساس می‌کند. مسئله این است که با کدام تدبیر می‌توان به سبک ساختن بار تهران امید بست. انتخاب تهران به عنوان پایتخت از روز اول یک اقدام منطقی مبتنی بر ضرورت‌های طبیعی نبود. تهران رو آقا محمد خان قاجار، سلسله قاجاریه، در سال 1202 هجری قمری، یعنی 234 سال پیش، پایتخت قرار داد. پیش از آن در زمان زندیه شیراز پایتخت ایران بود و پیشتر از آن در عهد صفویه ابتدا قزوین و سپس اصفهان. علت گزینش تهران به عنوان پایتخت نزدیکی آن به پایگاه‌های سنتی طوایف قاجار بود که آقا محمد خان با کمک آنها به سلطنت رسید و با تمرکز قوا در اونجا توانست اصفهان و شیراز و تدریجاً سایر نقاط ایران رو در اختیار بگیرد و کشوری یک پارچه به وجود آورد. بنابراین تهران از نظر طبیعی استعداد تبدیل شدن به پایتخت رو نداشت و همچنین از لحاظ جغرافیایی. در کتاب آثار البلاد تألیف زکریای قزوینی به سال 661 هجری راجع به تهران چنین آمده است: تهران قریه بزرگی است از قرا ری، دارای باغ و بستان زیاد و درخت میوه فراوان. اهالی آن خانه هایشان در زیر زمین مانند لانه مورچه است. هر وقت که دشمنی به طرف آنها می آید می روند در خانه های خود در زیر زمین پنهان می شوند. دشمن هم چند روزی آنها را محاصره می کند و می رود و اهل تهران از زیر زمین بیرون می آیند و بنای فساد و قتل و غارت و راهزنی می گذارند. بیشتر اوقات به سلاطین یاغی هستند و هیچ چاره‌ای برای راه رفتن و مماشات با آنها نیست جز مدارا. تهران دارای 12 محله است و هر محله با محله دیگر مشغول دشمنی و زد و خورد است. هر وقت که بنای اطاعت به سلطان را می‌گذارند، مأمور اخذ عایدات می‌رود، ریش سفیدهای آنها را جمع می‌کند و طلب خراج می‌کند. آنها نیز قبول می‌کنند، ولی آن وقت یکی از اهالی مثلا خروسی می آورد و می گوید این 1 دینار است.
دیگری کاسه ای می آورد و می گوید این به جای یک دینار است. خراج را به این ترتیب می پردازند و الا دیگر اصلا فایده ای از آنها متصور نیست و مدام منتظرند که بهانه‌ای برای یاغیگری به دست آورند. حاکم هم دلش به این خوش است که آنها بگویند ما مطیع هستیم و خراجی بدهند. بعد اضافه می کند اهالی با گاو کشت و کار نمی کنند چون می ترسند در موقع یاغیگری گاوها را از آنها بگیرند. پس تمام کار و زراعت رو با بیل انجام می دهند و گله و چارپایان هم ندارند چون دشمنان زیاد دارند و می ترسند دشمنان بر آنها بتازند و از دستشان در آورند. یک سیاح فرانسوی که در سال 1211 حدود 10 سال پس از پایتخت شدن تهران به این شهر سفر کرده است اینطور می نویسد: با وجود جد و جهد آقا محمد خان که مردم رو در تهران ساکن سازد و تجارت را در آنجا رواج دهد، این شهر بیش از 15,000 نفر جمعیت ندارد و این در صورتی است تازه که 3,000 تن قشون ساخلوی اونجا را هم به حساب بیاریم. در دوران سلطنت فتحعلی شاه و سپس ناصرالدین شاه تهران رفته رفته توسعه یافت و جمعیت اون هم افزایش پیدا کرد. به موجب نخستین آمار رسمی دولتی که در زمان ناصرالدین شاه انتشار یافت، جمعیت تهران در سال 1309 قمری معادل 1891 میلادی یعنی 125 سال پیش 250,000 نفر بوده است. این تعداد نفوس در آخرین سالهای سلطنت محمد رضا شاه به 47 برابر یعنی 7 میلیون نفر رسید و اکنون سر به 12 میلیون نفر میزند. 12 میلیون نفوس در شهری زندگی می کنند که نه فضای کافی دارد، نه هوای کافی، نه آب کافی حتی برای جمعیتی نصف این نفوس. سرنوشت کشوری پهناور با 80 میلیون نفوس در این شهر رقم زده می شود. شهری که خود فشار انبوهی از مشکلات رو بردوش می کشد و دولت تدبیر و امید چاره ای نمی بیند جز تمرکز زدایی و برداشتن این بار سنگین از دوش پایتخت. سؤال ما این است که آیا با انتقال قسمتی از تشکیلات اداری و تأسیسات تجاری از تهران به نقاط دیگر کشور، آیا مسئله تمرکزگرایی حل می شود؟ پاسخ این سوال منفی است، زیرا هسته اصلی تمرکزگرایی نظام حکومتی ایران است، چه در دوران پادشاهی و چه در دوران کنونی. بحث در این مسئله رو می‌گذاریم برای برنامه بعد. دوستان هر کدومشون بابت عید نوروز بهتون تبریک گفتند، ولی من تبریک خودم رو موکول میکنم با آخر برنامه. عرشبت که امروز میخوام درباره یک شخصیت خیلی معروف ایرانی با تون صحبت کنم که همه ماها دوستش داریم، همه ماها شخصیتش رو بزرگ میشماریم،
هممون براش احترام قائلیم. بیش از حد مشهوره و بیش از حد ناشناس. هیچ کس نیست که در ایران بداند که تبار این آدم چیست، از کجا آمده و چه میکنه. خود من اولین باری که با این شخصیت مهم ایرانی و نوروزی آشنا شدم 3 سالم بود. یادم میاد که به اتفاق پدرم و مادرم، که پدرم اون موقع در اهواز کار میکرد به عنوان یک کارمند دولتی، آمده بودیم به تهران و در خانه عموم بودیم. یک روزی آمدم به اتفاق مادرم و دختر عموی خودم بیرون و توی خیابون که داشتیم میرفتیم، ناگهان یک آقایی که لباس قرمز پوشیده بود و صورتش را هم سیاه کرده بود از درون یک کوچه بیرون جست و اومد طرف من و من آنچنان وحشت کردم از این آدم که فرار کردم و رفتم توی بغل مادرم و شروع کردم به گریه کردن. هرچی اونها به من میگفتن که عزیزم این چیز خطرناکی نیست، این آدم بسیار محبوبی است، آدم بسیار دوست داشتنی است، آمدن این به دنیا نشانه آغاز بهار هست و مژده است برای فرارسیدن نوروز. فکر میکنم همتون متوجه شده اید که من درباره حاجی فیروز صحبت میکنم. حاجی فیروز دقیقاً چیست؟ از کجا اومده؟ چرا ناگهان اینقدر در ایران معروف شده؟ تا اونجا که من میدونم، تا قبل از قاجار یک همچین آدمی وجود ندارد. ما بابا نوروز، عمو نوروز داشتیم، ولی چیزی به اسم حاجی فیروز نداشتیم. حاجی فیروز ظاهراً تغییر یافته کاکاسیاهی است که در بازی ها و نمایش های روحوزی دوران قاجار به وجود آمد و آدمی بود نکته سنج، آدمی بود باهوش که به دلایل خاص اقتصادی و سیاسی جهان از زندگیگاه خودش، از وطن خودش دور افتاده بود، آورده بودنش در یک مملکت غریبه فروخته بودن و در یک خانه به خدمت گرفته بودن، آزارش می دادن، مزدش رو نمی پرداختن، جز بخور و نمیر غذایی هم بهش نمی دادن و مجبور بود در خونه در یک گوشه خلوتی هم زندگی کند، ولی معزالک زبان تندی داشت که به همه می تونست بپره و مردم حالا به هر دلیل خاصی که مربوط به اون دوره هست بهش اجازه این کار رو می دادن. در نمایش های روحوزی مورال داستان و اون نکته های اخلاقی که بایستی بیننده، تماشاچی یا شنونده از اونها بهره بگیره به نفع تغییر خودش، اصلاح خودش، همیشه از زبان کاکاسیا می آمد. این کاکاسیا که لاقل زایده فرهنگ اون زمان هست و آدم هایی که بدون هیچ سابقه تحصیلی، فقط به دلیل اینکه میتونستند حرکت های خندداری انجام بدهند، راه پیدا کرده بودند به نمایش های روحوزی، به نظر من قابل مقایسه است با اونچه که در آمریکا موزیک جاز رو به وجود آورد. به همون نسبت که در اونجا غم و اندوهی که سیاه‌پوستان داشتن به دلیل از دست دادن خانوادهشون و وطنشون و سرزمینشون و اندوهی که داشتن از طریق فریادهای خودشون بیرون می‌ریختن، و تصادفاً همین امروز در یک کتابی می‌خوندم که تمام آثار اون زمان جاز روی کلاویهای سیاه پیانو یا آکوردئون میتونه انجام بشه، که به دلیل اینکه در اون موقع جزو
تضییقاتی که برای سیاه ها قائل بودن از جمله این بود که روی کلوه های سیاه نمیتونستن بازی کنن. نمیدونم این موضوع تا چقدر درست است، در تخصص من نیست، ولی خواهم پرسید از کسانی که این موضوع رو میدونن. به هر حال اون چه که در اونجا باعث شد که موزیک جاز به وجود بیاد و تا این حد پیشرفت بکنه که الان یکی از شاخه های درخشان و وسیع و گسترده موزیک دنیا هست، در ایران به یک صورت دیگر نمود کرده است و اون عبارت است از یک زبان تیز و یک هوش سرشار که در یک سیاه‌پوستی که غلام هست و کاکاسیا نامیده می شود بروز کرده است. اون چه که من میتونم بگم، شخصا هرگز در همطور که گفتم قبلا هم در آثار قبل از قاجاریه من با اسم حاجی فیروز هرگز برخورد نکردم. البته کسانی که بیش از من مطالعه کردن ممکن است که این موضوع رو دیده باشن، ولی من شخصا ندیدم. ما بیشتر بابا نوروز و عمو نوروز داشتیم. البته الان به دلیل رشد امکانات اطلاع یابی از همدیگر، موضوع حاجی فیروز هم در سرتاسر ایران مرسوم شده است. الان تقریبا در تمام شهرهای بزرگ اونجور که گفته می شود و دوستان میگن و هموطنان میگن، در تمام اونجاها نزدیکای عید حاجی فیروز میاد و این کارها رو میکنه. ولی در اون زمانهای قدیم این یه رسمی بود که بیشتر در خود تهران جاری بود و این سیاه‌پوست بیشتر مربوط به سیاهان و غلامانی بود که در تهران بودند. یه نکته را اونجا اضافه بکنم و اون این هستش که صدای حاجی فیروز و نوک زبان حرف زدنش و عجزش و ناتوانیش در تلفظ بعضی از حروف، بعدها که ما آمدیم هممون در فرانسه مستقر شده ایم و اینجا سیاه پوستانی رو دیدیم که از شرق آفریقا آمدن به فرانسه، من متوجه شدم که اون نوک زبانی صحبت کردن و بعضی از کلمات، بعضی از حروف مثلا ژ رو نمیتونن خوب تلفظ بکنن. این توی زبان فرهنگی حاجی فیروزهای ایران هم وجود داشته است و وجود داره که اون جمله بسیار معروفشون که در آغاز کاراشون میگن به جای سلام علیکم سنبل علیکم، نشون دهنده این استش که اینها چقدر ناتوان هستند از تکرار درست کلماتی که برخواد در یک کشور زورگو به اونها بهشون تحمیل شده است. البته اینجا من این نکته رو اضافه بکنم که البته در ایران غلام و کنیز وجود داشت، بنابرای اینکه یک روش کار اقتصادی بود و ایران هم از دنیا جدا نبود، ولی لااقل ما ایرانی ها میتونیم از یک نظر مفتخر باشیم و اون اینکه اولا در دین ایرانی زرتشتی بردهداری ممنوعه و از اون مهمتر اینکه تا به حال در هیچ یک از حرکاتی که میرفتن برای اسیر کردن سیاه پوستان و آوردنشون به شهرهای دیگر و فروختن اونها، هیچ تاجر ایرانی شرکت نداشت. تاجرهایی که این کار را انجام میدادن معمولا پرتغالی بودن، اسپانیالی بودن و عرب، و هرگز ما هیچ ایرانی رو ندیده ایم که تاجر برده باشد. بعد از اینکه این مقدمه رو گفتم، عید سال نو و نوروز رو به شما همه ایرانی ها تبریک میگم و امیدوارم که امسال سال بسیار خوشی برای همه ایرانی ها باشد.